بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. دیروزم گفتم که در این آیه دو سه احتمال داره. حالا یک احتمالش اینمیه، میگه کتابی که ما بر پیغمبر اکرم نازل کردیم قرآن مجید، بعد او را دادیم به میراث، دادیم به میراث رسید، ما ای را به میراث دادیم به کسانی که ما اونا را اختیار کردیم از بندگان ما، و این بندگانی که ما این کتاب را به میراث دادیم، این کتاب بر سه این بندگان ما سه دسته است. یک دسته است که بر خود ظلم میکنن، به معصیت، به فسق، به فجور بر خود ظلم میکنن، که در جلسه گذشته مفصلی بیان کردیم. هر کس گناه میکنه بر خود ستم میکنه، این ستم بر خودشه. خب وقتی که کس بر خود ستم کنه، امیر انتخاب کنه. گاهی چند دفعه هم عرض کردم که این دنیا دار انتخابه، هر کس یک رای را انتخاب میکنه، هیچ کس بر کسی قدرت نداره. خدا به پیغمبر اکرم خیلی حریص بود، یعنی او قدر علاقه داشت که یک نفرم فاسق و بیدین نمانه، همه را اصلاح کنه. طبیعت بشری همیه، آدم رای خوشبختی را که دید، هم برای خود میخواه هم برای دیگران میخواه. خداوند او را متوجه میکنه، میگه رسولی من تو مسیطر نیی بر مردم، میخوایی خود بکشی از غم و غصه که اینا چر مسلمان نمیشن؟ خوب نمیشن، خودشان انتخاب میکنن. من تو را فرستادم، تو هم رفتی زحمتای خود کشیده تبلیغ کردی، برای چی قدر حرص میخوری به اصطلاح ما؟ برای چی قدر ناراحتی میکنی؟ او رؤوف و مهربان بود پیغمبر. از شدت مهربانی خود و لطف خود بر بندگان، بر بندگان خدا، میخواست اما مسلمان شوه. خدا که احساسات نداره، خداوند میگه نفس خدا به هلاکت نینداز برای اینها. وما عليك الا البلاغ المبين، تو فقط خبر به اینها برسان. دیگه تو اینا را هدایت نمیتوانی، ای از قدرت تو بیرویه. انك لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، او کار خدایه، کار تو نیه، تو فقط برسن. انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی که اون نور هدایت در قلب اون آب اندازی، تو بشری، از قدرت تو بیرویه، اون نور هدایت خدا به دل آدم مندازه. ای پیغمبر اصرار میکرد که خیلی ناراحت نباش، او بر خود ظلم میکنه دیگه، با کسی نه به خدا ظلم میشه نه به کس دیگه. آدم از سر شب تا به صبح نماز بخانه چیکار میشه؟ برای خودش. از سر شب تا به صبح به فسق و فجور مشغول باشه، برای خودش. این ای خدا که نیاز نداره. خدا ما را آفرید، عقل داد، شرایط حیات در زندگی هزاره شرط بود فراهم کرد، به انسان عقل داد، استعداد داد، کتاب برایش نازل کرد، انبیا را فرستاد که به امیرا بره. خب هر کس که رفت رفت، نرفت نرفت. اگر خدا به اراده تکوینی میخواست تمام انسان ها مثل ملائکه و بالاتر از ملائکه میشدن، ولی خدا مشره انتخاب مختار قرار داد که خودش انتخاب کنه. فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر، هر کس میخواه ایمان بیاره، هر کس میخواه کافر شد.
ولی ایران میگه رای کفر رای جهنمه خلود رای ایمان رای بهشت برو بر رای که میری برو فمن هم ظالمون لنفسیک یک ادی از این بندهای ما که قرآن بالاترین کتاب آسمانی را در اختیارشان قرار داده اینا بر خود ستم کردن خودشان یک نفر دعوت میکنن بهترین غذا را برای او درست میکنن او از لجبازی و بغض کینی که داره میای بخانید غذا را نمیخوره و تو چی ستم کرده؟ تو که غذا را میتوانی خودت با فامیل خود بخوری بقیه را به خویشاوندای دیگه بدی و تو ظلم نه به خود ظلم کرده که گرسنه خود نگاه کرد و منهم مقتصد بعضی های دیگه از اینها میانه روان گاهی عمل خوب به جا میارن گاهی هم عمل بد به جا میارن مختلف نه بد بدن نه خوبی خوبن متوسط میانه روان یک وقتایی که گناه میکنن بعد پشیمان میشن پیش خداوند توبه میکنن خدا توبه اونا را قبول میکنه آدم بعضی وقت برا میره یک دفعه میبینه که موترش از سرک چپ شد میترسه نگاله ان ای بیک سنگ میخوره موتر خراب میشه یا بین یک گود میفته ام موتر خراب میشه و اما زخمی میشم یا کشته میشم زود پس بر میگرده به سرک اینمی توبه دیگه برگشتن بر میگرده به سرک در رای خدا ما میتوره بله بعد ارشوه که اینا چیزن میانه روی میکنن یکی دیگه نه سابقون بالخیرات اینا سبقت میگیرن به خیرات به سرعت خود ربانی درست میکنن الهی درست میکنن ام در با ارتباط با خدا بندگی میکنن از معصیت دور میشن در ارتباط با مخلوق اما فکرش اینه که به مردم کمک کنه هر قسم کمک که میتوانه چی معنوی چی مادی به مردم کمک کنه تندیایی که مردم نادان میکنه در رای خدا صبر کنه این خودش عبادته که آدم در دلای برای مؤمنین کار کنه به خاطر خدا نه به خاطر اینکه نفوذ پیدا کنه به خاطر خدا بعد مردم فاسق و فاجر و کین توزی هم پیدا میشه که فقط به خاطر اینکه تو برای خدا رفتی او با تو دعوت میکنه باید آدم خوشحال باشه وقتی که بدا با انسان مخالفت میکنه بغض و عداوت داره یا اذیت میکنه انسانه یادم باید ناراحت نشه شکر خدا را کنه خدای شکر که من در رای نفس اماره خود در رای معصیت ما مردم مرا اذیت نمیکنن این در رای تو بودم من برای تو خدمت کردم و اونا با من دشمنی کرد این خیلی مقامات انسان بالا میبره خیلی مقام انسان بالا میبره این خیلی خوبه این که ما بدها با انسان عداوت کنه مؤمنین آدم دوست داشته باشه که آدم خوبیه او فساق و فجار با تو مخالفت کنن که تو چرا دین ترویج میکنی ای خوبه که همه کاری آدم برای خدا باشه فایده که از مردم میبینی هم برای خدایه ضرری که میبینی از مردم هم برای خدایه انبیا همه تو بودن بسیار مقاومت میکردن از یک طرف اینا سابقین بالخیرات همین که میگن دیگه در سوره ذوالوقعت الواقعه اونجا هم میگه مردم اینجا هم میگه بر سه دسته اونجا هم میگه بر سه دسته و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه همین میان روای متدین خوب اصحاب میمنه و اصحاب المشهمت ما اصحاب المشهمه بدا اونایی که در روز قیامت اونا را از رای چپ میبرن اصحاب المیمنه
اونهایی که در روز قیامت اونا را از طرف راست میبرم، نامه اعمال مردم خوبه به دست راستش میده، از پیش روش میاره به احترام نامه عمل میده. از آب چپ اونایی که از طرف چپ میرن، از پشت به دست چپشان نامه را میدن، توهین میکنن اونا را به امی کارم. این نامه اینا بدار از آب چپ میگه و خوبار از آب راست. این دو دسته، بعد دسته سیوم هم و سابقون از سابقون اولای کن مقربون، اونای او سبقت گیرندگان اونا جمله مقربین هم به خدا خیلی نزدیکن. نه نزدیکی مکانی، خدا مکان نداره، خدا جسم نیه، نزدیکی معنویه، مورد توجه بیشتری خداوند واقع میشه. این آیات در این سوره زواقات الواقعه تمام خانده میره، در این تفسیر خانده چون در جزء 27 بود خانده، تمام اینا رو بیان میکنه که اصحاب یمین چی مقام داره در قیامت، اصحاب شمال چقدر بلا و مصیبت میبینه و مقربین به کجای سه دسته میشه. والسابقون السابقون اولئك المقربون، اینا سه دسته میشن. اینجا به دیگه تعبیر بیان میکنه، نگه یک عده ظالم نفس خودن و گناه خدا قشته میکنن، اما شرافت انسانی خود لکدار میکنن، او قدر از غرائز خود پیروی میکنن که خود به منزله یک حیوان میرسانه. خدا تو را انسان خلق کرده، تو خود حیوان درست میکنی، با کی ضرر میرسانی؟ با خود ضرر میرسانی، از پروردگار خود، از خالق خود قطع رابطه میکنی، تسلیم غرائز خود میشی، کاری که حیوانات جنگلم اینه میکار را میکنن، تو هم همو کار میکنی. اونا اگر میکنن طبیعتشان همویه، عقل ندارن، تو که عقلم داری، استعداد سرشارم خدا بد داده، تو هم خود حیوان درست میکنی، با کی ضرر میرسانی؟ با خود. یک عده دیگه هم چیزن، متوسطینن، مقتصد یعنی میانه، اما خب به بندگی خدا میکنن، نماز میخوانن، کارایی میکنن، ولی گناه میکنن، بعد وقت گناه میکنن. گناه میکنن، بعد یک کمی که گذشت پشیمان میشن، پس میرن توبه میکنن، پشیمان میشن، توبه میکنن. بعضی اوقات بعضی جوانه را ما دیدم میرن رشوت میخورن، بعد یک وقت پشیمان میشن، بعد میرن پولای مردم را پس میدن. یعنی ما دیدم، همی بعضی ها را دیدم رشوت خورده بودن، در امی قندار ما دیده بودن رشوت خورده بودن، بعد این وقتی که به آمدن پیش به آمد صحبت کردن، گفتم که خب دیگه باید بوری پولای مردم هم پس بدی اگر میخوایی راسی توبه کنی. ای رفت از روی امون کتابایی که در دفتر بود نامه اونار کشید، نامه شانه کشید، به دهات قندار میرفت، به جای دیگر میرفت، پول به اونا میرسن. ما به اونا گفته بودم که باید پول که میدی به یک به دست، اگر او مرده، او کسی که تو از او رشوت خوردی، به دست خود او ندی، به دست یک نفر پسر بزرگش، او همه را میخوره، گردن تو گرفتاره، باید تقسیم کنی به چیز بدی، به همه ورثه بدی. او چقدر برای تو مشکل بود. یک دفعه به ما گفت، گفت ما که بعد جا میرم که خواهر خود بیار که بدم، او راضی نمیشه که خواهرش بیای با ما صحبت کنه، به هزار عذر و زحمت که نه بیار و حساب شریعه دیگه و تا که او میرفت خواهر خود می آورد، ما حقی او رو به دستش میدادم. اینطور یک عده مردم هم اینطورن دیگه، خوبن، میرن پس میدن، یا اونا میگیرن یا نمیگیرن، او جدا حرفه. اینم یعنی روان
نه او طرف افراد میکنن و معصیت افراد میکنن، نه خدا را فراموش میکنن، ولی هستن دیگه گای چینین گای چینان. مثلا 70% خوبن، 30% دیگه باز گناه میکنن. خب اقلا اینا میانه رو، اگر حق و ناس باشه دیگه او باید بدین، حق الله باشه توبه میکنن، خدا میامرزن. والحمد لله رب العالمين.